سلام خدمت همه شما همراهان عزیز و دوست داشتنی کانال منحرفان شریف. توی این ویدیو در مورد اتفاقاتی که روز گذشته در استان لرستان رخ داد و باعث شهادت یک پلیس شد، جزئیات این ماجرا رو هم بهتون میگم و اتفاقی که برای یک زن متأهل افتاد خام حرفهای یک پسر جوان شد و باعث شد که خودش رو در وضعیت بسیار بدی قرار بده که در ادامه ویدیو خواهیم دید. از لایک و سابسکرایب شما عزیزان هم خیلی ممنونم. شب گذشته درگیری اشرار مسلح در بوستان پنجم واقع در منطقه درگرم خرم‌آباد به مامورای کلانتری اطلاع رسانی شده که بلافاصله وارد میدون شدن و درگیر شدن. در تیراندازی متقابل دو گلوله به سرگرد رحمان دهقانپور اصابت میکنه که عکسشون رو هم در تصویر مشاهده میکنید که سریع به بیمارستان عشایر منتقل شدن، اما متاسفانه امروز صبح جراحات زیادی داشتن و شهید شدن. فرمانده انتظامی لرستان از زخمی شدن یک نفر از اشرار طی حادثه تیراندازی دیشب خبر داد و گفت که این شخصی که زخمی شده هم در بیمارستان هست و تحت حفاظت نیروهای پلیس. یک نفر دیگه از اشرار هم دستگیر شده، بقیهشون فرار کردن و دو تا اسلحه هم که یکیشون اسلحه جنگی بوده و یکیشون اسلحه ساچمه‌زنی از این اشرار کشف شده. اما ماجرای زن متأهلی که خام حرفهای پسر مجرد شد و از صاحبکارش دزدی کرد و اتفاقات عجیبی که براش افتاد. خود این خانم گفته در طول این سالهایی که از زندگی مشترک با شوهرم میگذشت، فضایی پر از تنش و اختلاف و بدرفتاری را تجربه کردم. در یک خانواده شلوغ و از نظر اقتصادی بسیار ضعیف و در یکی از مناطق حاشیه‌ای زندگی میکردیم. پدرم همیشه عصبی و پرخاشگر بود و ما بچه ها هیچ وقت مورد مهر و توجه پدری قرار نگرفتیم. به محض اینکه کلاس سوم راهنمایی رو تموم کردم، پدرم که اعتقادی به تحصیل به خصوص برای دختران نداشت، منو مجبور به ترک تحصیل کرد تا اینکه طبق سنت و فرهنگ اون منطقه‌ای که ما زندگی می کردیم، تو سن 16 سالگی با تصمیم و اجبار پدرم با یکی از دوستای پدرم با اختلاف سنی 15 سال نسبت به خودم ازدواج کردم تا به قول معروف سربار خانواده‌ام نباشم و هزینه‌ای برای خانواده‌ام نداشته باشم. حاصل ازدواجم دو فرزند بود که هر دوشون پسر بودن، یکیشون الان 6 سالشه و یکیشون 9 سال. در طول این سالهایی که از زندگی مشترک با شوهرم میگذشت، فضایی پر از تنش و اختلاف و بدرفتاری رو تجربه کردم. همسرم هیچ وقت به خواسته های من و بچه ها توجهی نداشت و در یک رابطه عاطفی سرد که با اعتیاد همسرم هم همراه شد، زندگی رو با ناامیدی سپری میکردم. شوهرم اولویت اول زندگیش شده بود اعتیاد. به دلیل مشکل اعتیادش شغل ثابتی نداشت. بیشتر درآمدش رو صرف تهیه مواد مخدر می کرد. تا اینکه به دلیل اعتیادش از کار هم اخراج شد. شرایط بدتر از زمانی بود که تو خونه پدرم زندگی می کردم. شرایط سخت زندگی و عدم علاقمندی به همسر بیمسئولیتم باعث شده بود که به طلاق فکر کنم و این موضوع رو بارها به شوهرم گفتم. اما شوهرم حاضر به طلاق نمی شد. این شرایط منو افسرده کرده بود. تصمیم گرفتم خودم دنبال کار برم. بعد از مدتی به عنوان کارگر در یک کارگاه تعمیرات مبل در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر مشغول به کار شدم. خوشحال از اینکه حداقل چند ساعت از روز رو بیرون از خونه و دور از آزارهای روحی و جسمی شوهرم هستم. هر روز با ذوق و شوق از خونه بیرون می اومدم. تونسته بودم مقداری پسنداز کنم. هرچند که شوهرم با کتک و اجبار بیشتر حقوقم رو از من می گرفت. ولی پنهانی پسندازی رو برای خودم جمع می کردم. تا اینکه حدود 3 ماه قبل در مسیر رفت و اومدم به محل کار با یه پسر 25 ساله آشنا شدم. او هم در نزدیکی محل کار من کار می کرد. ناخواسته با این پسر در مورد مشکلات مالی خودم گفتم و درد و دل کردم. داستان زندگیم رو هم گفتم.
این آقا حدود 5 سال از من کوچکتر بود و مجرد هم بود. احساس می کردم بعد از سالها یه نفر پیدا شده که حرفامو می شنوه و به من محبت می کنه و توجه می کنه. ولی در واقع هدفش کشوندن من در مسیر دزدی از صاحب کارم بود. او به من می گفت چرا اینقدر سختی می کشی؟ می تونی با برداشتن بخشی از ابزار در اون کارگاه پول خوبی به جیب بزنی. خودم برات می فروشمشون و اگه تونستی پول هم از کارگاهت بردار. من هم خام حرفهای این پسر شدم و این کار رو کردم. فردا صبح همه متوجه دزدیم شدن، چون که کارگاه دوربین داشت و من دیگه نمیتونستم انکار کنم. در حال حاضر شوهرم متوجه شده و بعد از اینکه منو حسابی مورد ضرب و شتم قرار داد، خود شوهرم هم از من شکایت کرد. الان خبری از اون پسر نیست و این خانم هم دستگیر شده و باید ببینیم که چه اتفاقاتی براش میفته. شاید صاحب کارش رضایت بده بهش. شوهرش هم ازش شکایت کرده که اگر هر دوشون ببخشن احتمال داره که از زندان آزاد بشه. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این اتفاق در قسمت کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم از همراهی و توجه شما بزرگواران. از لایکتون هم خیلی تشکر میکنم. اگه هنوز عضو کانال نیستید، همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید که با یک کلیک خیلی ساده میتونید عضو کانال بشید. اگه از پایین ویدیو اون زنگوله رو هم فعال کنید، براتون نوتیفیکیشن ارسال میشه که میتونید خیلی راحت ویدیوها رو تماشا کنید. ممنونم از همراهیتون. مواظب خودتون باشید. تا فردا شب خداحافظ.